زنده سوزاندن معزول کساسبه که هنوز در صدر خبرهای خاور میانه است. سطفان خلبان کساسبه که هنگام مرگ 26 سال داشت از 20 سالگی وارد نیروی هوایی سلطنتی اردن شده بود. تحییج احساسات اردنی ها به حدی است که شایع به کارگیری نیروی زمینی اردن هاشمی علیه داعشی ها را بر سر زبان ها انداخته است و دیدار ملک عبدالله دوم پادشاه اردن با فرماندهان ارشد ارتش در روز چهارشنبه نیز این شایعه را تقویت کرد اما سخنگوی دولت اردن میگوید برای این کار تنها از حمله های هوایی استفاده خواهد شد از همان ابتدا هیچ کس در مورد دخالت نیروی زمینی حرف نزد ما در مورد کمک به ارتش عراق و گروه های میانه روی سوری و پیشمرگه ها صحبت کرده ایم ما گفتیم که با اطلاف همکاری می کنیم تا دایشی ها را تضعیف کرده و نهایتا این سازمان تروریستی را ریشکن کنیم چند ساعت پس از انتشار ویدیویی 22 دقیقه‌ای که به صورتی دلخراش حتی دست و پا زدن خلبان اردنی در میان شله های آتش را نیز از نزدیک نشان میداد اما نیز به تلافی ساجد و ریشاوی و یک تروریست دیگر زندانی در اردن را اعدام کرد پدر داغدار سوتوان کساسبه نیز در مراسم ختمی که برای فرزندش برگزار شده بود گفت داعشی ها در کل نه تنها تروریست و کافرند بلکه ننگی برای بشریت شمرده میشوند اطلاف بین المللی و تمام کشورهای جهان هم باید برای از بین بردن این دولت خودخوانده خونریز تلاش کنند. <applause> اردن یکی از اعضای اطلاف بین المللی به رهبری آمریکا برای مقابله با داعش است و تا پیش از این برخی از اردنیها ها با عضویت کشورشان در اطلافی علیه سایر مسلمانان موافق نبودند. اما قتل دلخراش ستوان کساسبه همه چیز را عوض کرده است. بابک راد صدای آمریکا.